اولاد خود کنترل میکنه، مراقب از او هسته، ولی نه با خشونت، نه بله با لطفکن. و یکی دیگر در چون در بچه ها در خانه نظم و قانون را دیده، در جامعه بسیار راحت تر میپذیره. در جایی که سر کار بره، مکتب بره، به راحتی نظم و قانون را میپذیره. چرا؟ چون در خانه آموزش دیدن. دیده، بله. چون یاد گرفته. بله. و به راحتی سازگار میشه با هر محیطی که باشه، با هر اجتماعی که باشه، قانون این اشتباه رو میپذیره و سازگار میشه. و یکی دیگر که چون به اولاد خود استقلال داده. ببینید والدین قاطع در اولاد خود استقلال میده، بچه می کار میکنه، یک جای میخوای بری باشه، ولی مواظب باش. باید ها و نباید ها رو در او گفته و از او حمایت کرده و این باعث میشه که اولاد یک اعتماد به نفس داشته باشه، استقلال داشته باشه و در کار خود بسیار موفق باشه. خب حالا ما یک مثال رو سرتون بگم. یک اولاد در خانواده قاطع مثلا فرض کنیم که میخواید بره کاسیبی کنه، میگه پدر جان مادر جان به من اجازه بدی که من کاسیبی کنم. خب پدری که قاطع است، خب اولادم چی کاسیبی میکنی، چی رقم است، خب اینی کار رو بکن، این کار رو نکن، باش من یک سرمایه در تو که جور کنم. باید و نبایدی داره. اولادم اوش کنی حق کسی رو ضایع نکنی. بله. اولادم اوش کنی که مال حلال بیاری سر سفره. اولادم اوش کنی کم کاری نکنی، گران فروشی نکنی. خب خیر، من می سرمایه میدم در تو کاسیبی کنی. اما از دور موازی بزی اولاد خود هسته که کدام جایی اگر خطا کرد در او گجزت کنه، دست زور بگیره. ولی در استقلال از او، در آزادی عمل از او احترام گذاشته، در تصمیم از او احترام گذاشته، خب خیر است اولادم باشه و می کاری که خودت تصمیم گرفتی و دوست داری انجام بدی، خیر است، من تو احترام قائل هستم، در تصمیم تو احترام قائل هستم، همی کارو بکن. ولی هوش کو که یعنی جا یعنی خطاها را نکنی و از دور مواظب از او هسته. بله خانم علیزاده، معذرت میخوام، برخ از والدین هستن ان همین نکات را میگن، بسیار قطعیت و قاطع دارند و قاطع هم هستند و به اولادشون اجازه میدن که فعالیت کنه و همچنان نظارت هم دارن، ولی وقتی که گاهی خود اشتباهی از اولاد خودشان میبینن، آرامش خود از دست میدن، عصبانی میشن، نمیتونن خود کنترل کنن، دلشون میخواه که خود کنترل کنن، ولی خب زود عصبانی میشن. این نمیه والدین چه کنن؟ خب این والدین هست که در خود کنترل نتونسته، هیجانات خود کنترل نتونسته. وقتی شما در یک اولاد خود یک راهی را در پیش میگیره، کدام کاری را شروع میکنه، زندگی را شروع میکنه، بله. شغلی را شروع میکنه، شما هم باید توجه داشته باشین که تجربه شما را نداره. بله. او باید خطا کنه تا تجربه کسب کنه. زمانی که در کار خود شکست میخوره، می پیش شما پدر جان معمی فروشندگی کرد من شکست خوردم، این مشکل برای من پیش اومد، خب نباید شما سرزنش کنید و ما گفتم از اول توی کارا نمیتونستی، او را سرخورده کنی، او را بگی که خب همی کار رها کن، تو مردش نیستی، تو اهلی کار نیستی. خب این باعث میشه که اولاد دیگه جای خود بلند نشه، دیگه جرأت کار دیگه از اولاد خودش میگیره. ولی یک والده اینی که قاطع هست، خب خیر اولادم، تا شکست نخوری بلند نمیشی، تا که این تجربه همی است. من در دوران خود شکست ها خوردم، من که بالاخره از اول میرقم نبودم، و این باعث میشه در اولاد خود جرأت بدی، اعتماد به نفسی و استقلال از او احترام قائل بشی. خیر بچه من برو، من پشتت هستم. همی دلگرمی شما، همی گبی شما باعث میشه که او اولاد شما بسیار یک انرژی خوبه بگیره، بسیار با جرأت بیشتری پیش بره، چرا که احساس میکنه پشتش گرم است، پدرش هست. یعنی قطعیت باید که حتما به همراه محبت, محبت باشه. اصل اصول اساسیه که محبت باشه دقت به همراه با قطعیت. حالا ما یه خانواده دیگه هم داریم، درسته محبت داره اما هیچ قطعیت نداره. رهای فرزند هیچ دقم از اون نیست که همین چیک میکنه، کدام کجا میره، چیکار میکنه، هیچ نظم و قانونی در زندگی از اونها هیچ نیست. اولاد داری میکنه، اولاد سر خود میآیه، سر خود میره، هر کاری میکنه، کدام مکتب میره نمیره، هیچ دقم از اون نیست، هیچ پیگیر از اون نیست که اولاد ما چی میکنه. در این رقم خانواده، در این رقم والدین میگیم والدین آسان گیر، بیش از حد آسان میگیره. بله. دیگه هیچ مسئولیت احساس میکنه در قبال فرزندان نداره و همین که امور به دنیا آورده دیگه خلاص، اولادا رها هسته، هر کس راه خود پیدا کنه. و این متاسفانه بسیار آسیب زا هسته، بسیار در اولادها آسیب میرسانه، باعث میشه که اولاد هیچ نظم و قانون یاد نگیره، چون در خانه نیست هیچ نظم قانونی. بله. وقتی وارد مکتب میشه، همه هر کار دلش خواست میخواد انجام بده، خب یاد نه مکتب میگه اینی ساعت بیا،
چون یاد نگرفته در خانه، نه سر ساعت آزیده میشه، نه تکالیف انجام میده، نه سر استاد خود درست میتونه که رعایت کنه او قانون مدرسه را. بله خانم علیزاده، بینندگان عزیز و محترم، ما میدانیم که والدین پس سه دسته شد. یک دسته والدینی هستند که بسیار بسیار سخت گیر هستند، مستبد هستند، سعی میکنن که با خشونت و بدخویی اولاد خود را تحت کنترل خود داشته باشن. متاسفانه بسیار رواج داره در کشور از ما، میتونه که منشأ آسیب شوه. و یک عده والدین هستن که والدین آسانگیر هستن، بسیار با محبت هستن، ولی محبتشان همراه با رها کردن اولادایشان است. رها میکنن اولاد را، هر کار که میکنه بکنه، چون اولاد خود دوست میدارن. و باز یک عده والدین هستن که والدین قاطع هستن، یعنی همراه با قطعیتی که دارند سعی میکنن که محبت هم اولاد خودشون داشته باشن. و همطور که کارشناس محترم ما فرمودن، بهترین والدین والدین قاطع هستند. خانم علیزاده بزرگوار، من این سوال را پرسان کنم که برخی از والدین هستند که متاسفانه با یک اولاد خود یک رقم رفتار میکنه، باز با دیگه اولاد خود یک رقم دیگه رفتار میکنه، و گاهی اوقات همین تفاوتی در رفتارها باعث میشه که اولادها احساس کنن که تبعیض قائل میشن. بی ویژه در کشور از ما افغانستان ما زیاد میبینیم با اولادای دختر خودشان ممکن که بسیار بسیار سختگیر باشن. تمام زندگی اولادای دختر دکته شده باشه، ای کار بکن، ای کار نکو، ای را بپوش، ای رقم گپ بزو، ای رقم بخند، ایجا برو، اونجا نرو. و باز اولاد بچه که کامل از هفت دولت آزاد است، باز برای او اما است که ما میبینیم که اولادای دختر با درس و دانشگاه اینها بسیار علاقه مند هستن. اولادای بچه اصلا احساس نیاز نمی کنن که ما کدام درس خود بخوانیم، و حتی برای یک سواد عادی یاد گرفتن هم احساس نیاز نمی کنن. این پدر و مادر اولا برای بینندگان عزیز ما بفرمایید که چه آسیب هایی میتونه داشته باشه، و دوم که چرا نباید ما این رفتار رو داشته باشیم.